شب زفاف. شب زفاف اصولاً به اولین رابطه جنسی همراه با دخول زوجین اطلاق می شود و معمولاً در شب ازدواج رخ می دهد. پدر دختر طبق یکی از رسومات کهن عروس و داماد را مقابل اتاق هجره دست به دست می کند و مادر زن پشت در اتاق می ایستد تا داماد دستمال خونی را تحویل دهد. این به معنی از بین رفتن بکارت است. در فرهنگ فعلی در برخی از شهرها این رسومات به فراموشی سپرده شده و بسیاری از زوجین اولین رابطه جنسی خود را قبل از شب عروسی انجام می دهند. اگر به این سبک ویدیوها علاقه دارید کانال ما را سابسکرایب کنید و برای مطلع شدن از جدیدترین ویدیوها زنگوله نوتیفیکیشن را فعال کنید. انتظارات شب زفاف. یکی از مهمترین انتظاراتی که زوجین در اولین رابطه جنسی دارند از بین بردن پرده بکارت است. نشانه مهم این امر را خونی می دانند که از واژن زن خارج می شود. پرده بکارت یک چین قشایی است که درست از ورودی واژن بوده و انواع و اشکال مختلفی دارد. پرده بکارت تنها یک قشای نازک است، اما معمولاً دختران انتظار درد زیاد در زمان پارگی آن را دارند یا مردان فکر می کنند نیاز به فشار زیاد برای از بین بردن آن هست. همین افکار مسائلی هستند که باعث اضطراب زوجین در شب زفاف می شوند. حقیقت این است که اگر رابطه جنسی خود را با یک معاشقه شروع کنید و زن در حالت برانگیختگی جنسی قرار گیرد و واژن مرطوب شود، عمل دخول آسان، بدون درد و حتی بدون خونریزی خواهد بود. عدم خونریزی زن در شب زفاف. نکته مهم درباره پرده بکارت این است که وجود خونریزی دلیل بر باکره بودن همسرتان. پرده بکارت انواع گوناگونی دارد و در برخی از آنها پاره شدن و خونریزی صورت نمی‌گیرد. همچنین برخی به دلایل ژنتیکی از بدو تولد بدون پرده بکارت به دنیا می‌آیند. پس برای ساختن یک زندگی مشترک چطور می‌توان اعتماد و صداقت را ایجاد کرد؟ مشاوره و شناخت همسر آینده‌تان از نامزدی تا عقد از جمله فرصت‌هایی برای ایجاد اعتماد است. اضطراب در شب اول عروسی. همونطور که گفته شد، مسئله بکارت خود عامل اصلی اضطراب برای خانم‌ها در شب زفاف است. ترس از درد و خونریزی و از طرف دیگر نداشتن خونریزی دختران را مضطرب می‌کند. این مسائل با آگاهی از انواع پرده بکارت و آموزش سکس حل می‌شود. و همچنین مردان باید بدانند خانم‌های باکره نیز ممکن است هیچ خونریزی نداشته باشند. برای اطلاع از انواع پرده بکارت و دریافت آگاهی می توانید روی لینک بالا کلیک کنید و ویدیوی مربوط به آن را تماشا کنید. شب زفاف. آیا پاره شدن پرده بکارت دردناک است؟ حقیقت امر این است که از بین رفتن پرده بکارت لزوماً همراه با درد نیست. درد علاوه بر منشأ جسمی، منشأ روانی هم دارد. فردی که انتظار درد زیاد داشته باشد، بدن خود را منقبض کرده و هر محرک کوچکی را بزرگتر از میزان واقعیش برآورد می‌کند. خود این انقباض عضلات به سخت‌تر شدن دخول و دردناک شدن فرایند کمک می‌کند. پس بهترین راه این است که در حالتی که آرامش روانی بیشتری دارید، اولین دخول خود را انجام دهید. اضطراب و خستگی می‌تواند فشار روانی شما را زیاد کند. در حالتی از آرامش و پس از یک معاشقه مناسب که برانگیختگی روانی و جسمی طرفین را به دنبال داشته باشد، اقدام به دخول کنید. شب زفاف برنامه ریزی داشته باشید. حاملگی یکی دیگر از مسائلی است که اضطراب ایجاد می‌کند. روش‌های پیشگیری را در نظر داشته باشید. اگر از قبل برای آن برنامه ریزی نکرده اید و از داروهای پیشگیری استفاده نکرده اید، حتما از کاندوم استفاده کنید. برخی از کاندوم ها خاصیت تأخیری هم دارند که برای مردانی که ممکن است در اولین رابطه ها زود انزال شوند مناسب است. ژل لوبریکانت از چیزهایی است که هر زوجی باید در دسترس خود داشته باشند. اگر احساس میکنید رطوبت واژن کم است، از ژل لوبریکانت و اگر احساس درد کردید میتوانید از لیدوکاین استفاده کنید. دردناک بودن دخول در شب زفاف. کمی درد در اولین رابطه طبیعی است، ولی اگر این مسئله برای شما خیلی ترسناک است، کمی لیدوکاین استفاده کنید. اگر درد در طی رابطه ادامه پیدا کرد و شما را آزرد، دخول را ادامه ندهید. اگر درد مانع از ادامه دخول می شود، لازم است ابتدا ریشه های روانی و جسمانی این موضوع را بررسی کنید. در این زمینه حتما با مشاوره جنسی صحبت کنید تا روابط زناشویی خود را بهبود ببخشید.
نکته خیلی مهمی که نباید از خاطر ببرید این است که رابطه جنسی خوب یک مهارت است که در طول زمان و با تمرین به دست می آید. لازم است در این مورد با همسر خود صحبت کنید و از علایق هم آگاه شوید. ممکن است نیاز شود گاهی اوقات آزمون و خطا کنید. معمولا در رابطه جنسی زنان کمتر ارضا می شوند و یا تظاهر به ارضا شدن می کنند. به همین دلیل باید به این نکته نیز توجه داشته باشید. در رابطه جنسی لذت بخش هر دو زن و مرد همزمان اورگاسم می شوند. نکاتی که در شب اول عروسی باید رعایت کرد. به طور کلی برای اینکه در شب زفاف رابطه خوبی داشته باشید، رعایت نکات زیر بسیار کمک کننده خواهد بود. نکات بهداشتی را رعایت کنید. مواردی نظیر خوشبو بودن، مسواک زدن و حمام کردن پیش از ارتباط جنسی در کیفیت رابطه تأثیر بسزایی خواهد داشت. در اولین رابطه جنسی توقع بهترین رابطه را نداشته باشید. یک رابطه کامل به مرور زمان و دریافت شناخت بیشتر از هم شکل می‌گیرد. سعی کنید که در مورد ترس‌ها و اضطراب‌هاتان در مورد شب زفاف به یکدیگر گفتگو کنید. این کار باعث می‌شود که به درک بیشتری از یکدیگر برسید. در مورد انتظارات خود از رابطه جنسی با هم صحبت کنید. اگر از انتظارات یکدیگر باخبر باشید، می‌توانید در به لذت رساندن یکدیگر موفقیت بیشتری کسب کنید. سوالات متداول: آیا استفاده از اسپری بی‌حسی نظیر لیدوکائین برای کاهش درد در زمان دخول عوارضی دارد؟ گزارش خاصی مبنی بر ضرر این اسپری ها وجود ندارد، مگر اینکه استثناءً حساسیتی وجود داشته باشد، اما به طور کل از آنجایی که این موارد باعث بی‌حسی آلت می شوند، افراد بعد از استفاده لذتی از رابطه جنسی احساس نمی کنند. به همین خاطر بهتر است که روش هایی نظیر معاشقه و پیشنوازی مناسب برای کاهش درد استفاده کنید. احساس درد با وجود معاشقه قبل از دخول به چه علت است؟ زنان برای داشتن یک رابطه جنسی موفق پیش از هر چیزی به آمادگی روانی نیاز دارند. به همین خاطر اگر آمادگی روانی نداشته باشند، ممکن است با وجود تحریکات جسمی کافی از جانب همسر باز هم در حین دخول با مشکل مواجه شوند. به همین خاطر بهتر است که پیش از هر چیزی آرامش روانی کافی برای همسرتان فراهم کنید. ممنون که تا اینجا همراه ما بودید. اگر به این سبک ویدیوها علاقه دارید، کانال ما رو سابسکرایب کنید و برای مطلع شدن از جدیدترین ویدیوها زنگوله نوتیفیکیشن رو فعال کنید. شب زفاف. شب زفاف اصولاً